ادعای حکمتیار، یک جاسوس احمد مسعود را در تحولات پنجشیر تحریک می کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ادعای حکمتیار، یک جاسوس احمد مسعود را در تحولات پنجشیر تحریک می کرد. رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی وجود و نقش آفرینی یک جاسوس در تحولات و به هم خوردن شرایط و اوضاع در پنجشیر شد. و گزارش اسپوتنک، روزنامه دیلی پاکستان نوشته است که گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان میگوید که وجود یک جاسوس باعث ایجاد حرج و مرج در پنجشیر شد. در این منطقه سلاح و تجهیزات کافی وجود داشت که حتی برای کل کشور کافی بود. پیشروی و موفقیت گیری طالبان در پنجشیر مسئله بزرگ بود. حکمتیار افزود افغانستان باید یک دولت تک حزبی داشته باشد. احمد مسعود برای مقابله با طالبان فراخوان قیام ملی داد و گفته وی مردم افغانستان خوشحال هستند، زیرا به یک هدف بزرگ یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پایان جنگ در این کشور دست یافته اند. طالبان در حال حاضر دولت موقت اعلام کرده، چرا که پس از دولت قبلی باید خلاه فقدان دولت پر می شد. ما دولتی می خواهیم که از حمایت مردم برخوردار باشد، زیرا دولت هایی که بدون مشورت تشکیل شده اند شکست می خورند. ما می خواهیم دولت متحد و با یک حزب باشد. حکمتیار با اشاره به این که دولت سابق افغانستان می خواست با طالبان بجنگد و این همان چیزی بود که نیروهای خارجی نیز می خواستند، افزوده حزب اسلامی نمی خواست با جنگ با طالبان اشتباه کند. ما جنگ طولانی با نیروهای خارجی انجام دادیم. با گفته وی یک جاسوس احمد مسعود را در تحولات پنجشیر تحریک می کرد. او همان کسی هست که کردها را در ترکیه تحریک کرده و باعث ناآرامی در عراق شد. تعداد زیادی سلاح و مهمات در پنجشیر پیدا شده، آنقدر که برای یک کشور کافی هست. حالا چگونه این همه سلاح به پنجشیر رسیده است؟ این یک سوال است. در همین حال رزاق مامون در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جنگ تاریخی در پنجشیر در حال وقوع است. خشون مقاومت ملی در بمباران شبانه ارتش پاکستان و تحرز واحدهای زمینی به داخل دره پنجشیر در فضای خاصی قرار گرفت و انتظام دوباره به سرعت در دست انجام است. انگیزه قوتها قوی و پخته است. به نظر می رسد که نخست باید سکنه غیر نظامی از بسترهای اساسی خارج شوند تا محیط به طور کامل نظامی شود. این تجربه در گذشته نتیجه بسیار ثمر بخش داده بود. نیروهای مخلط اردوی پاکستان، اجیران پنجشیری، طالبان چند ملیتی، تجربه جنگ و اسیر شدن ناگهانی در پنجشیر ندیده اند. فقط گاهی شنیده اند و باورشان نمی آید که قرار هست چه اتفاقی بیفتد. دلیلش این است که این اولین بار است که طالب و اردوی پاکستان با نیروهای مقاومت ملی مستقیم در جنگ اند
اکثریت قاطع قوای متجاوز در چند نقطه غیر منتظره و در اوج ظاهر آرام پنشیر و اسارت در خواهند آمد و کشتار سختی روی خواهد داد. نمی دانم که ساحقه چی وقت فرود می آید، قبل از زمستان یا در جریان زمستان. در همین حال گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد احتمال ورود تاجیکستان و جنگ با طالبان. در پی گسترش نسل کشی در پنشیر، امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک را کنار گذاشت و برخلاف تمام همسایگان افغانستان که نقش تماشاچی را رویدادهای افغانستان را ایفا می کنند و منتظرند ببینند باد از کدام طرف می ورزد، روز گذشته خود را بر رودخانه آمو رساند تا از این سوی رودخانه در تاجیکستان و آن سوی همین رودخانه برای مردم و مبارزان پنشیر پیام بفرستد. او در این پیام قول کمک های همه جانبه به مردم پنشیر را داد. در آن سوی رودخانه شماری از مردم برای شنیدن پیام حمایت رئیس جمهور تاجیکستان خود را به این مرز آبی رسانده بودند. خبرهایی از تقویت تسلیحاتی تاجیکستان منتشر شده است. همچنین شماری از هواپیماهای نظامی افغانستان پس از رسیدن طالبان به کابل از این کشور برخواسته و در تاجیکستان فرود آمده اند و در صورت جدی شدن جنگ گردور اکمالات بین تاجیکستان و شمال افغانستان به سوی پنشیر باز می شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.